سلام، امیدوارم که خوب باشید. در این ویدیو به کاشان سفر میکنیم. به اتفاق همدیگه از باغ و حمام فین کاشان بازدید میکنیم. باغ فین از معروفترین و مهمترین جاذبه های گردشگری کاشانه که نه تنها به عنوان آثار ملی به ثبت رسیده، بلکه جزو نوتا باغ ایرانی در فهرست میراث جهانی به حساب میاد. باغ فین به لطف وجود فواره های متعدد، صدای دلنشین آب و درختان سر به فلک کشیده، مکانی رویایی برای گشت و گذار شما به حساب میاد. بناهای تاریخی متعددی نظیر خلوت کریم خانی، حوض جوشان، چشمه سلیمانی و موزه ملی کاشان و چایخانه در این باغ وجود داره که متاسفانه در لحظه تهیه این ویدیو، یعنی اردیبهشت 1403، بیشتر این مکان‌ها در حال مرمت و بازسازی بودن و اجازه بازدید نداشتیم. یکی از موارد جالب درباره این باغ به باور برخی از مردم برمیگرده که معتقدند با انداختن سکه در درون حوض آب آرزوهاشون برآورده میشه. اگرچه این روزا مردم این کار رو بیشتر به عنوان تفریح و سرگرمی انجام میدن، اما فلسفه انداختن سکه در آب میشه در مذهب زرتشت جستجو کرد که آب رو مظهر پاکی میدونستن و پیروانش بخشی از دارایی خودشون رو به الهه آب هدیه میدادن تا به خونه‌هاشون برکت وارد بشه. همونطور که احتمالاً میدونید، باغ فین کاشان در طول تاریخ شاهد رویدادها و اتفاقای مهمی بوده و یکی از دلایل اصلی شهرت باغ فین به قد رسیدن امیرکبیر، صدراعظم مشهور ایران، در این باغ هستش که از مهمترین وقایع تاریخی در این باغ به شمار میره. محمد تقی فرهانی، معروف به امیرکبیر که صدراعظم ناصرالدین شاه بود، تأثیر بسزایی در آبادانی ایران داشت و با اقداماتی همچون تأسیس دارالفنون، ساماندهی ارتش، تقسیم آب کرج و همینطور خیلی کارهای دیگه خدمات بسیاری برای کشور انجام داد. با اینکه امیرکبیر از چهرهای محبوب نزد شاه بود، وجود دشمنانی نظیر مادر شاه و حاج علی خان مراغی باعث شد در نهایت امیرکبیر متاسفانه به قتل برسد. اما در این باغ اتفاقای تاریخی دیگه هم افتاده. برای مثال، جشنی که توسط شاه اسماعیل صفوی در آغاز حکومتش در این باغ برگزار شد. همینطور قتل خزر نهاوندی، حاکم کاشان. خزر نهاوندی برای سالها حاکم کاشان بود و قدرت زیادی داشت تا حدی که این اقتدار موجب نگرانی شاه عباس شد. او در باغ فین مورد حمله فردی چاقو به دست قرار میگیره و کشته میشه و اعتقاد بر اینه که این یک قتل سیاسی و به دستور شاه عباس بوده. مرگ شاه صفی. شاه صفی علاقه ویژه‌ای به باغ فین داشت و زیاد به این باغ میرفت. بنا به روایتی در اثر مصرف بیش از اندازه مشروب، جان خودش رو در این باغ از دست میده. پس از این واقع فرزند 10 سالش در همین باغ تاجگذاری میکنه. پناهگاه نایب حسین کاشی. نایب حسین کاشی و یارانش از یاغیان دوره محمد علی شاه بودند که به باغ فین میرفتن و برای حدود 14 سال در این محل حضور داشتند که به تخریب بخشهایی از باغ منتهی شد. سرانجام دولت مرکزی دستگیرشون کرد و حکم اعدامشون رو صادر کرد. خب، از این همه حادثه و مرگ و میر که بگذریم، باغ فین هنوزم منحصر به فرد و زیبایی‌های خودش رو داره. اینجا دستینیشن آف پرشیاست و از شما دعوت میکنم در ادامه این ویدیو بیشتر با فضای باغ فین آشنا بشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لطفاً با لایک و کامنت و به اشتراک گذاری ویدیو از ما حمایت کنید و یادتون نره برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما ما رو دنبال کنید. خیلی خیلی ممنونم ازت.
Thank you.
بارخ واسه بیا. ها؟ بارخ واسه بیا. Thank you.
تمام میشی ها. یه اینجا هم اینجا باشم حسن اون کدوم در اون در رو کدوم که میزنید؟ ما جمع در بشیم؟ خسرو جان جمع تر شد؟ Thank you.
از اینجا بریم یه چپ بریم آینا رو خواهی سایی چه مسیح بازی خودم کور بودم.
این بهش برگردیم از اینجا. Thank you.